آقای عبادی، نظر شما چی است از موضوع یک عالم دین بر شما بگویم، شخصیت سیاسی بگویم، شما شخصیت نفتی بکنید، رای علیه چی است؟ من شخصا از هر قدمی که بر راه صلح نهاده میشه، من از او پشتیبانی میکنم. عرض من ایست که من به بزرگوارای خود، به برادرای خود میگم، عزیزان من، برادرای من، مملکت خود ما، تا که خود ما نسازیم هیچ کس به ما نمیسازه. چرا به دامان ازی خود بندازیم؟ چرا به دامان چنین و چنان خود بندازیم؟ آیا ما در افغانستان قطع رجال داریم؟ افغانستان نمیتونه موضوعات خود را حل بسازه؟ ما باید موضوعات دنیا را حل بسازیم. افغانستان مشعلدار آزادی دنیاست. چرا خود اینقدر کم بزنیم در جامعه بین المللی؟ ما یک ملت آزاد هستیم، یک ملت هستیم که پوزی قاصبا را همیشه در زمین مالیدیم. انگلیس با تمام عظمتش که در آفتاب در قلمروش نمینوشت، پدران ما، نیاکان ما به زمین مالید. روسا را با تمام قدرتش، سوپر پاور بودنش، در زمین پیشانیشان مالید. و هر قاصب که دیگه که در افغانستان بیه، انشاءالله به توکل خدا، به همت مردم و توکل خدا، انشاءالله پیشانی از اون در زمین مالیده میشه. ما به برادران ما عرض میکنیم که اگر دنیا آمده افغانستان اشغال کردن، اگر زوری ما نمیرسه، با درایت، با فراست خاص افغانی ما از ما استفاده کنیم. ما که آمده در مملکت ما استفاده از ما میکنه، خب ما از تمام منابع از ما باید استفاده کنیم. با محبت یک دیگر بگیریم تا که یک فامیل موضوع خود حل نکنه. کسی دیگه هیچ وقت نمیه فامیل موضوعش حل کنه. چرا ما به همسایه خود تنها ببریم؟ به اوجا بریم، به اوجا بریم. چرا؟ افغان هستیم، غیرت داریم، همت داریم، شجاعت داریم. افغان زاده هستیم، خون افغانی در بدن ما جریان داره. ما مسلمان هستیم، یک مسلمان هیچ وقت ترس نداره. بجز از الله. هر کس که برای خدا میره، هر کس یک قدم برای خدا میمونه، خدا به حکومت میکنه. یعنی ملت ما یک ملت آزاد است. یعنی تاکیدتان روی تحکیم وحدت ملی است که دولت مردا اول بین خود یک تفاهم پیدا کنه. ما که خود ما موضوع خود را حل نکنیم، شما باید کنیم که هیچ کس نمیخواید موضوع ما را حل کنه. هر کس میخواه یک نفع سیاسی بردار از مملکت ما. چقدر سیلی جفا ملت ما خورده. چندین کشور آمده در ملت ما، سرمایه ملت ما را تاراج کردن، ما را در بین خود انداختن. تاجک گفته، پشتون گفته، هزاره گفته، ازبک گفته. ملت ما در امروز بیخی متفرق شده. او برادرای ما، او بزرگوارای ما، بیاین با محبت، با صمیمیت، با پیشانی کشاده، با آغوش باز یکدیگر در بغل بگیریم. ما و شما برادر هستیم. اگر طالب است برادر ماست، اگر پلیس امنیت ملی است برادر ماست، اگر هزاره است برادر ماست، ازبک است، ایماق است، پشه است، کلی برادر ماستیم، یک قشر هستیم، گلهای رنگ رنگ بوستان افغانستان هستیم. ما باید حل کنیم موضوعات خودم رو حل کنیم. قصه باغبان پیرخ به یادتان هست که باغبان وقتی که حالت نزش بود، پدران خود ساخت، خواست گفت که یک خمچه رو به دستشان داد، گفت بشکنن. پسر شکستان گفت خمچه دوم یک جای بان گرم شکستان، خمچه سوم کم تاند است، چهار پنج خمتر که یک جای که زورشان نرسید. گفت بچه ایم، اگر شما متحد و متفق باشین، هیچ کس شما رو شکستانده نمیتانه. و اگر متحد و متفق نباشین، هر خواهش و هر باد شما رو میلرزانه و مشکنانه. بسیار پیام عاطفی. پژواک بزرگم در این قسمت یک بیت گفته که تا جدا استیم انگشتان اوگار ما یا افگار ما، مشتگر گردیم از آن دندان ها خواهیم شکست. به نهایت تشکر. واقعا پیام عاطفی داشته. پیام است که به امید صلح و ثبات همیشگی و دائمی در افغانستان عزیز، ممنون. افغانستان دوست داشتنی ما. اگر بیگانه را با دیده بیگانه می دیدیم، یقین دارم کلید خاک ما در دست ما می بود. واقعا ممنون از نظر ارزش مالی جناب.